Одного не пущу. Нужна страховка. Не беспокойся. Обойдусь. Это моя работа. هنرمندی که تنها در دو فیلم نقشای لحظوی را آفریده است، اما میان بزرگترین هنرمندان اتحاد شوروی احترام خاص داشت. بسیار خاکسور آمدند و خاکسور ماندند و خاکسور رفتند. نازکی های این هنر، هنر حرفوی اکتوریا از اون کسی یاد گرفتیم. Я хочу помочь вам. Я новый сотрудник. Моя фамилия Карим. با مکتبی خاص خود رو اون کس بنیاد کرده. می خواهم که کارگردان های جوان ما از مکتبی خوشنزن مایبریوف باید سبق گیرن. خوشنظر مایبلیف در دهه درزود نوحیه روشان بدخشان کوهی به دنیا آمده است. او بعد ختم مکتب میانه با گروه اتنوگرافی آوازخوانی رقصی پامیر نزد فیلارمون دولتی تاجیکستان با کار شروع می کند و 6 سال در آنجا فعالیت می نماید. بعد 6 سال فعالیت در این گروه حجتهایش را به دانشکده دولتی فرهنگ شهری مسکو می سپارد و در آنجا 2 سال تحصیل می نماید. بعدن با توصیه دوستان حجت های خود را به دانشکده دولتی هنری تئاتری به نام لوناچفسکی سپاریده در نزد معروفترین هنرمند اتحاد شوروی کارگردان آناتولی افروس نازیکای هنری کارگردانی را میاموزد و اخیرا به تاجیکستان برمیگردد. کاری که او در تئاتری تاجیکر تا آن وقت کسی برای انجام دادن این کار جرأت نکرده بود. Назар Майбалиев, Батушамбе, Батеатри Лохути Омадан, в коре дипломиро, яке асаргои драматурги Кыргызстан Марбайджиев, Джанги Тан Батанро, Дарсану Гузоштан. Элон Карданки, Мария Мисуева, Мамуджун Вахидов, Атум Мухаммаджунов, Нисо Мамаджунова, Хозир Шаван, Бамолокоти, خوشنظر مایبلیف. ما آمدیم شناس شدیم بعد این کس همه خیلی شرمگین، همه خیلی با حیو، حتی با ما گپ زنن چشمشون همه خیلی بروی ما نگاه نمی کردن، چشمشون پویان. بعد گفتن که من می خواهم کار دیپلومی ما همروی شمایان انتخاب کردم. ما و خیلی جوان بودیم خودمون. مثل همین خوشنظر مایبلیف بودیم، ما نمیدونستیم. از بس که وای ریژیسور گفتم فکر کردیم که وای از ما چند سال کلام بودگیست. خوشنظر مایبلیف با یک الهامی بلندی ایجادی هم روی ما کار میکردن. همه ای مقصدی برای چی ما این اثر رو بسنه گرفتیم و با اون کار شروع کردیم و همه وظیفه های ما اکتو هنرمندان رو میفهموندن. می خواهم که گفت شمایان صمیمی بازی کنید. انا این در حیات چقیل است، انا همی خیلی بازی کنید. در این جنگی تن به تن من دیدم که تماما سبک دیگر به صحنه ما آمد. سبکی که اینجا کوشش نه به ساختن سیوژت و نه به دراماتورگی عمومی و این چیزا، بیشتر توجه به شخصیت هر یک قهرمان اسپکتکل داده شد. یعنی قالب تئاتر را شکست و
اینم رویه که باطن اکتیور نه فقط ظاهر بلکه باطن هنرمند را او بیرون می آورد و روی صحنه می آورد. باید که قصاصش بگیرم باوش. یک لحظه بکنید استراحت. با این خم یک لحظه چطور استراحت بکنم؟ این درد مرا نیست دوای و تسکین، وقتا که بکشنده ندارم نفرین. بعدی آمدنی خوشنظر میبلیف به تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی در صحنه واقعه ها و ابراز ها، برخورد خصلت ها تحلیل می شدند. آرایش، موسیقی و دیگر عنصر های صحنوی بسا قوی می گردیدند. مکتب و سبک نوی کارگردانی ارزی هستی نمود. او تئاتر هنرمند را به تئاتر کارگردان تبدیل داد. بسیار ظفر بیابوشان سرلشکر، این شان تو را همه ندارد به نظر. سال 1970 خوشنظر میبلیف با اثر میرسید میرشکر کروان بخت مراجعت کردن و به من نقش پسر بچه نوراز، پسر بچه در 12 ساله سپاریدن. من خیلی در حیرت موندم. من پیش از این یکم بار این خیلی نقشه رو نمی آفریدم و در تحلقه موندم. لیکن با یاردم خوشنظر میبلیف، با مسلحت های اون کس، با فکرم از ایده این نقش برامدم. مخصوصا من هیچ وقت فراموش نمی کنم یک اراد اون کس رو که اون کس به من مسلحت دادن، گفتن که کوشش کنید همین کوچه های دوشنبه به چه زنید و تماشا کنید که چه خیل همین پسرکوی 10-12 ساله میگردن، مراجعت میکنن نسبت یک دیگر و هم اساسی چه خیل اونها خکی بازی میکنن. مثلا تا این دم سالهای مثلا 78-79 تا همین سالها تئاتر بود. البته من نمیگویم که تئاتر نبود، تئاتر بود، هنرمندانی خیلی ورزیدم در این جاده کار میکردن، مخصوصا در تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی. و ولی این جریان رمانتیکی بسیارتر بود، مثلا از قبیل رستم و سهراب بر این چیزها، از قبیل مثلا اون چیزهایی که گویا که زمینی نیستن اون و اثرها، از روی همون افسانه بشره گپزنی هاشون همه خیل بود، مناسبت ها با همدیگر همه خیل بود. و وقتی که میبلیف وارد شدند تماما به زمین فروردند آزندگی حاضره. در باغ در نزد پایه های گلمانک سیمی برق کنده شده است، اوستا رو گرفته بیار حتما درست کنه. خوب شد. سبک استاد پسیخولوژی و فلسفی است. اون کس با اون که مسئله ها و پرابلم هایی که در صحنه در دراماتورگی گذاشته می شود همون چیزها را می جستند. و یکی از خصوصیت های دیگرشون من گفتم که استاد کوشش می کردن که همون پهلوهای نهفته اکتیور را بیدار می کردن و می خواستن که اکتیور همیشه در همون وجود خودش همون چیزهای پوشیده اش در صحنه ایجاد کند و آشکار سازد. این مویی که گرد و چنگی میدان دارد، این تن که هزار زخم پیکان دارد، این دست که خصم شاه را تلقان کرد بر خاک همی رفت به صد حسرت و درد. هر اون چیزی که نو می شود حتما فشار می شود و کسی معقول با کسی معقول نه. با جوان ها من وقت ما جوان بودیم با ما معقول بود. البته با کلان سال های تئاتر آنها رو هم فهمیدن ممکن بود که آنها نمیخواستن آن همین شکوه و همین سخنرانی که رمانتیکی تنها تئاتری ما، تئاتر حمزه، تئاتر قرغیز و ترکمنو، اون دوره اون رویش آن همین چیز رو طلب میکرد. لیکن در وای تئاتر هم باز دیگرگونی شد. لیکن چه خیلی که تئاتر ما به دیگرگونی آورد میبلیف در تئاتر حمزه نشد به این درجه. همش از خاطرش میرود؟ نه،
نه آتو نگاه کن به این خانه به این مه بین. با اومدن استاد انهمو فضای اینتلکتوالی فضای جویندگی نواواری خیلی بالا رفت و ببینید در مثال همون هر یک نام که حالی نامبر کرده محمود جان واحیدوف محض به توفیل شاید آمدن استاد فعالیت اکتیار یک صحنه خیلی بالاتر رفت از بودش بالاتر رفت. نظر مایبلیف در برابر فعالیت پرسمر خود در تئاتر دولتی دراموی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی اینچنین در دانشکده فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسونزاده نیز به طالب علم درس می گفت و از خودی همین دانشکده دانشجویان را برای صحنه حرفه‌ای آماده می کرد. کمینه که به واسطه شاگردی او را دارم، یعنی که استاد مایبلیف، خوشنظر مایبلیف چی در دانشکده از آن که سبق گرفتیم و وقتی که وارد تئاتر لاهوتی شدیم راحت گرفتیم تئاتر لاهوتی و با بی‌واسطه این زحمت و مهربانی و تعلیمات استاد مایبلیف بودن که کمینه تا یک درجه در ساحه صنعت با یک زینه موهنی نایل شدیم. با امر قضا و قدر آمد بینمود دلم باره باید که به میدان ببرمم چون مرد نیست دیگر چاره. نازکی های این هنر، هنر حرفوی اکتوری از اون کس یاد گرفتیم چون که اون کس تجربه خیلی زیادی داشتن در این بابت، مثلا هم در تئاترهای مسکو و هم استادشون افراس، یکی از بزرگترین، اگر گویم خطا نمیکنیم، بزرگترین تهیه‌گران همون وقتا تا سالهای 90 افراس بودند که از اون تعلیم گرفته بودند. از آدم بزرگ اگر تعلیم گیرید خانخوا شما به یک بزرگی به یک جای دلخوا برده میرساند و ما از مثلا از قسمت خود خیلی خرسندیم که با چنین آدم روبرو شدیم و از چنین آدم درس هنر یاد گرفتیم. هر وقتی که اون کس همراه شاگردانشون امتحان پیشنهاد میکردن برای کافدرا و غیر از اعضایان کافدرا خیلی تماشابین بسیار جمع میشدن و با چپک زنی همه کارهای ایجادی اون کس را با شاگردان قبول میکردن. چیزی فرق کننده فعالیت خوشنظر مایبلیف از آن عبارت است که بسیار به دراماتورگی تاجیک اعتبار جدی میداد. من این را به چشم سر دیدم در مثال خودم و اثرهای دیگر در نویسان ما را هم مطالعه میکرد میخواند و در دایره امکانیت برای صحنوی گرداندن این اثرها تلاش میکرد و اثرهای بسیار در نویسان تاجیک را روی صحنه آورد است که متاسفانه این کار را نه همه کارگردان های ما کردن یا که کردن میتوانن. نکن تصور کنید که اونجا اینقدر بزرگ و اینقدر بزرگ و اتوم ماجون و حبیب الله عبدالرزاق و گرمین زوقی بیگ و خیری نظر و اومان تمام یک صحنه اوماوی رو ماندن در کن و با طرز خودم من خودم تیار شدم اومدم گفتم که کارم میکنم که هنگامی که اینقدر مردم در صحنه دیدم ترسیدم گریختم گریختم نتونستم یک کار کردن. بعد استاد دعوت کردن شین گفتن شاید یک پیاله چای ریختم چرا گفتم رفتم او فکر اندیشه درست بود که من گفتم نمیدونم چی خیلی شد نگفتن همین کارم میکنی. Thank you.
ما همجا نمیره ساخته دادم شما بخدا کو های چی اوهرنش ساختیم؟ فعالیت کارگردانی خوشنظر مایبلیف در سه جبهه صورت گرفته است. جبهه اول تهیه اثرهای درامانویسان معاصر تاجیک، حریت و فریاد عشق غنی عبدالله، دست دوست مهربان نظروف، به وطن و حقیقت تلخ سلطان سفر. جبهه دوم باشد اثرهای درامانویسان معاصر شوروی، لوحه های انقلاب شاتروف، مشورت گلمان، پسر کلونی وامپلوف، جنگ تن به تن بایجیف. جبهه سوم باشد آثار کلاسیکان روس و جهانی، وانیا تاغوی چخوف، انتیگونای آنوی، رویزیوری گوگل، سیدی کارمن و دیگران به حساب می رفتند. هی، بازیچه منقش یومی کهن، بودی تو زمان فاتح و مرد افکن، امروز نکردیم دفاع از دشمن. من در سابق اتفاق شوروی هم خیلی کم، اگر یک تا تئاتر و دو تا تئاتر اگر نمانده باشن یکون کس نمیان، چون خیلی اثر خیلی مشکل است روی صحنه آوردن. خود همون سید کرنیل بله زی حیات شهرتم اولادم، نزدی تو یک عمر قرض دار است پدر، دلدار قوی پیش چون این سستی ما، محبوب زیاد است همه ید یک تا دلبرمنی از یاد سبوک ننگت نه که امون دوره های چغل آورده اینجا هم نزاهای مثلا نزاهای در سطح بلندی که برای رسیدن به هدف خودشون از هرچی مثلا استفاده میکنن، یا از کشتار هم دست نمیکشند، از با هم دیگر رقابت کردن دست نمیکشند، این همی خیلی موضوع ها بود و خوشنظر مریبالیچ همی خیلی کاری کردن که این اثر هم روی صحنه تاجیک زنده شد و به همگان معقول و مقبول گردید. با غیرت تو شهرت ما افزوده. سال 1971 خوشنظر مبالیف اثر درامنویس مشهور فرانسه ژان آنوی آنتیگون رو به کار گرفتن و نقش مرکزی رو آنتیگون رو به من سپریدن. شوخ کریون رو هنرمند مردمی اتحاد شوروی اصلی برهانوف کار کردن و وقتی که منقدان ما در تاجیکستان تماشا کردن و مخصوصا وقتی که منقدان مسکو مثلا خایچنکا و عباس دیگر رو کدام چوره بینی بود آمدن و این نمایش رو تماشا کردن، با کار کارگردانی خوشنظر مایبالیف و هنرمندی هنرمندان بهای خیلی بلند دادن. کم تا کم در تئاتر یافت میشد که از 100 تا اثر زیادتر نمایش داده میشود. کاروان بخت از 100 تا نمایش هم زیادتر بود و در همه جا یاد همون اون دوره هایی میکردن که این اثر روی صحنه آمده بود و یاد اون روزهایی میکردن که برهانوف در رول لینین در همین صحنه 10 دقیقگی چخل ماهرانه بازی کرده. تهیه نمایشنامه مفتش مرحله نویس در تاریخ پیشنهادی این اثر. مفتش ادیب مشهوری روس گوگل را در بسیار صحنه های بزرگ جهانی کارگردان های بزرگ روی صحنه آوردند و هر یک در آن اندیشه نوی خود را تلقی نموده است. اما به گفته صنعت شناسان بزرگ اتحاد شوروی پیشنهاد مایبالیف در تاریخ این اثر بی‌نظیر است. رویزور گوگل بزرگترین اثری که در تمام جهان معلوم و مشهور است، همه وقتی که میخوانند همین خلیستکوف یک تا همین یک بچه که یا مثلا جوانه که همین به همه کار چیز تیز و تند و همین در هم میدراد و میبراد و همین خیلی چیزها تصور میکنیم در وقتی خواندن. لیکن مایبالیف آمده میدانید که هاشم گدایف در رول خلیستکوف گرفت. اکنون تصور کنید که خلیستکوف و هاشم گدایف. و وقتی که ما رفتیم در خودی
اکنون گویا که جایگاه همین اثری که نامی شده بود از روی همون در پیتربورگ وقتی که نشان دادیم اون وقتا لینینگراد همه هنرمندان و رژیسیوران همون دوره مثلا روسیه ما تو مبهوت شدن که این خیلی ما از دید دیگر ما این ریویزور ما مفتیش دیدیم این خیلی ما تماما باور نکردیم اون وقت یک کمدی بود که انا مثلا می برآمدی از صحنه و فقط یک چند لحظه در خاطرت میموند. این نمایش یکی از نمایش های بزرگ جهانی به حساب میآید و خلیستاکوف رو در هر جا هر خل بازی میکردند روی میآفریدند. خود گوگل گریم یک مزهکه است لیکن مایبالیف مزهکه رو شکستند و این از این چیز درامای اجتماعی ساختند. سال 1999 خوش نظر مایبالیف نمایشنامه فریاد عشق غنی عبدالله را بعد از 24 سال دوباره روی کار آورد و این نمایشنامه در فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترای کسبی پرستو از طرف حکمان این آزمون سازوار شاه جایزه دانسته شد. ولی امروز سر موضوع تئاتر امروز تئاتر تاجیک اندیشه ها مختلف هستند. اینجا آخران مصاحبه اوست. درست پیش از مرگ خوش نظر مایبالیف با یک قطار هنرمندان در تلویزیون سفینه مهمانی برنامه تالار آینه های زیبا عزیز آوا گردید و در این برنامه با حساسیت تمام درباره تئاتر تاجیک و رشد آن حرف می زد. تئاتر باید مقصد سواله که پنیمه پروکاز بنا زنده شما البته که خوش آمدید باشید استاد یعنی که من نمیدم مرگز پزیسی امروزا که همچون سرکارگرون آورده جای خودم بمشنون بر که لازم هستم استاد لازم هستید برای ما آغوش با آغوش میشویم و با یک دیگر نگریسته شخصا من میگویم که خوش نظر مایبالیف در وقتش اومدید اکنون کار را از نو سر بکنید. استاد چی نیتی که دارید چی آرزویی که دارید چیه که میخواید تا به دلتون باشد هرچی زودتر روی صحنه بیارید. شکر خدا میگویم که شما باز برگشتید. هیچ وقت ایشان فراموش نمی کنم برای که اون کس شخصاً عالمی من را دیگر کردن، عالمی من را بالاتر بردن. استاد خوش نظر، خوش آمدید. ما شما را انتظار بودیم. صحنه تاجیک، تئاتر تاجیک شما را انتظار بود.